صدومین سال انقلاب اکتبر خجسته باد. انقلاب اکتبر را که جهان را از اساس دگرگون کرد، نمیتوان تنها و به سادگی با قدرت ایده ها و بدتر از آن با این فکر که این ایده ها را اقلیت های کوچک و کاملا اراده گرا نمایندگی کردن توضیح داد. اما همچنین انقلاب اکتبر محصول برداشت مکانیکی از اندیشه های مارکس که از جمله در مقدمه مشهور او بر کتاب شمعی و اقتصاد سیاسی آمده است نبود. این انقلاب اصلی ترین جوهره مارکسیسم است و نه تطور مکانیکی و خود به خودی است و نه اراده گرایی و ماجراجویی و نجات بخشی پیام برمونه یکیده. در کتاب یاد شده کارل مارکس یادآور می شود که یک صورتبندی اجتماعی هرگز پیش از آن که همه نیروهای تولیدی که دارای توان پیشرفت هستند در درون آن صورتبندی روش کنند از بین نمی روند. هرگز ضوابط نوین جایگزین قدیمی ترها نمی کردند مگر آنکه شرایط وجود مادی این روابط در دنیای کهن شکوفا شده باشد. به همین جهت جامعه همیشه تکالیفی را در دستور کار خود قرار میدهد. اینها ادامه نقل قول از کارل مارکس است. به همین جهت جامعه همیشه تکالیفی را در دستور کار خود قرار میدهد که قادر به حل آن باشد. پایان نقل قول. به زبان من این یعنی شرایط اساسی برای حل آن فراهم باشد و البته نه اینکه خود آن شرایط بی مداخله انسان ها کار تغییر و بهسازی را به اجرا درآورد. سابقه برداشت مکانیکی از این نظر مارکس به اوایل قرن 20 بلکه اواخر قرن 19 برمیگردد و توسط جریان ها و افراد غیر انقلابی کاملا تسلیم گرا و بیگانه با ذات مارکسیسم اما مدعی تکرار می شود. در این برداشت گویا باید دست روی دست گذاشت تا اسباب تحول فراهم آید و خود به خود به کار افتد. اما برداشت نادرست دیگر این که گویا قرار است اگر قرار است به اصل آمادگی های تاریخی و اجتماعی تسلیم نشویم، پس انقلاب و هنر انقلابی های حرفه‌ای و ایده های موجود نجات بخش آنان است، یا حرکت خود به خودی، یا اینکه فقط هنر اراده گرایی. پس انقلاب هنر انقلابی های حرفه‌ای و ایده های موجود نجات بخش آنان است و بس. انقلاب اکتبر نقطه مقابل هر دو این برداشت بود. بله، جوامع را نمیتوان در نظامهای بسیج ذهنی و انتظاری به طور جامع و نتیجه بخش تحلیل کرد و به این نتیجه رسید که شرایط برای تغییر فراهم آمدند یا خیر. جوامع فقط در کلیت خود به طور کامل قابل شناختند. جوامع پیچیدند و هم با کلیت جهانی هم با تاریخ خود در ارتباطند. به ویژه صورتبندی های اجتماعی کم توسعه و وابسته از کلیت نظام جهانی تبعیت میکنند. البته درست است که جنبش های اجتماعی نمیتوانند و نباید به اراده گرایی صرف کشانده شوند، اما به همان اندازه هم نمیتوانند به گونه این مکانیکی درگیر اصل ضرورت خود آماده بودن بمانند و از کار بیفتند. شناخت شرایط اجتماعی و تدوین راهبرد و حرکت و تحول و گامهای آن و علم به درجه آماده بودن به نوع شرایط در واقع توسط جنبش های پنهان و آشکار اجتماعی و نظریه پردازان آن میسر می شود. اکتبر، لنین و انقلاب روسیه در گسستن از تله‌های مارکسیسم مکانیکی و نگرش اراده‌گرایی صرف چنین بودند. گرچه بی‌تردید گرایش‌های انتقادآمیز و در واقع غیر لنینی نیز در این انقلاب امکان بروز یافت. لنین به یارانش بلشویک‌های انقلابی و فرزندان اکتبر برداشت‌های متفاوت با برداشت‌های قدرگرایانه و تسلیم پذیر در مارکسیسم انتزاعی و مکانیکی داشتند.
اتحاد شوروی را جامعه‌ای در حال گذار به سوسیالیسم می‌دانستند و برای این گذار بر پایه نظریه مارکسیستی لنینیستی تلاش و تکاپو می‌کردند. آنها هدف انقلاب را سوسیالیستی می‌دانستند، اما به مداومت گذار از دموکراتیسم باور داشتند. رهبران سیاسی ناگزیر برای استقرار روابطی نوین در اتحاد شوروی پیش از سوسیالیسم نهایی تلاش و برای حفظ خود در برابر سرمایه‌داری پیشرفته و دشمن خوی جهانی کار می‌کردند. اما به معنای دلبستگی تام و تمام به سوسیالیسم آرزویی و کامل در یک کشور نبود. قرار آنها چنین بود که به رشد و توسعه دست یابند و برابری نیروی کار را بالا ببرند و فاصله خود را با جهان پیشرفته صنعتی کم کنند. قرار آنها چنین بود که دولت دموکراتیک بر برنامه‌های توسعه اقتصادی و از جمله طرح نه که به ضرورت مطرح شد کنترل داشته باشد و البته نه مالکیت انحصاری سراسری به همه اقتصاد. قرار بود تشکل‌های دموکراتیک و شوراها شکل بگیرند. قرار بود طبقه کارگر مسئولیت رهبری و نجات بخشی خود را از راه آزادی خود و جامعه و اتحاد با قشرها و طبقاتی از جامعه بر عهده بگیرد. قرار نبود برنامه‌ریزی دستوری و حکومت سرکوب در کار باشد. قرار بود وقتی انقلاب در اروپا به ویژه در آلمان که برای تحقق آلمان سوسیالیستی در روسیه شکل نگرفت، نه به ناامیدی، نه سرکوب، نه اراده‌گرایی یک سویه و نه رویگردانی از سوسیالیسم منجر شود. قرار بود اشتباه‌ها و اشتباه‌های تقریبا گریزناپذیر شناخته نه و از آنها پرهیز شود. تدبیر لنینی، تدبیر مداومت انقلاب و عبور از گذرگاه‌های دموکراتیک و گام‌های محکم سنجیده به سوی سوسیالیسم. آرمان لنین تشکیل کشور شوراها بود که عالی‌ترین شکل دموکراسی را بنا می‌کرد. و نیز رد قاطعانه حکومت مستبد و بروکراتیک حزبی. حزب می‌بایست یار و مشاور کارگران، دولت و مردم می بود و نه حاکم، به ویژه حاکم بود. بیفایده و نادرست است که بیاییم تاریخ شوروی را به زیان همه شکل‌های و سیاسی اقتصادی بعدی از جمله دولت با دوام استالین و بعد از آن بلافاصله پس از مرگ لنین تعبیر کنیم، گرچه می باید به زبان لنین از خود انتقاد کنیم و انتقاد کنند. این به ویژه باید شامل چگونگی در پیش گرفتن مسیری منظمی به سوی سوسیالیسم دستوری و دولتی و تا حدی سرمایه‌داری دولتی و اراده‌گرایی و تحمیل قدرت فردی و حزبی باشد. به هر روی انقلاب اکتبر بر بنیاد ترکیب خرد، اراده، واقع‌بینی و درک توانهای اجتماعی و تضادهای آن به پیروزی رسید. این انقلاب سرآغاز تحولات اجتماعی، صنعتی، فنی، اقتصادی، علمی و سیاسی و سرآغاز مقاومت‌ها و اثرگذاری‌های راهگشای اساسی جهانی بود که بی تردید با نارسایی‌ها و اشتباه‌های هم همراه بود. با این وضع در شرایط سیاسی پس از درگذشت لنین، این تحولات همه جهان و نه تنها اتحاد شوروی را به گونه‌ای شگرف تحت تأثیر قرار داد. همچنین نباید آموزه‌های مارکس را در سیمای پیامبرانه‌ای بشناسیم که حقایق جاودانه را بیان و موعظه می‌کند، که گویا انسان‌ها را از اشتباه‌ها، تناقض‌ها، کشمکش‌ها و آرانی که آنان را احاطه کرده است در امان می‌دارد. این کاری است که شماری از روشنفکران کمال‌گرای متکبر و منزوی انتظار دارند. برعکس
باید به تحول تاریخی واقعیت و پیوند آن با روح و اراده انقلاب پرداخت. در این راستاست که داوری درباره اندیشه پردازان بزرگ انقلاب مارکس و انگلز از سرگذشت موفقیت ها و انقلاب های بعدی از 1848 و کمون پاریس، اکتبر و چین و کوبا و مبارزات رهایی بخش و تحولات سیاسی آزادی خواهانه و عدالت جویانه جهان به ویژه جهان تحت سلطه جدا ناشده نمی‌شود. فقط به انقلاب اکتبر می‌پردازم که سرآغاز رهجویی عملی و مصممانه برای رهایی بشر با الهام از اندیشه های و آرمان های مارکس و انگلز و بر بنیاد ضرورت ها و پویش ها و تعارض های اجتماعی. توجه داشته باشید که تفاوت بین برنامه ها و آرمان ها و نتایج از ویژگی های هر انقلاب به شما می آید. ژاکوبن های فرانسوی، انقلابی های آمریکا، تحول خواهان انقلاب صنعتی انگلستان، انقلاب مشروطه و خیزش انقلابی ضد سلطه در ایران، همه و همه چنین بودند. من نیز همانند مارکس و انگلز، نه از آگاهی ذهنی قهرمانان یا نظریه پردازان انقلاب که اتفاقا وجود شایسته‌شان در همه تاریخ برجسته و اثرگذار است، و نه از مکانیزم های بیروح و نادیالکتیکی ماتریالیستی، بلکه از بررسی تضادهای عینی برانگیزاننده و زیر و زبر شدن های حوزه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آغاز می کنم. درباره انقلاب اکتبر باید چنین کنیم. باید بر فاصله بین طرح‌های ذهنی و نتایج عینی تاکید کنیم. ماتریالیسم تاریخی جز این نمی‌خواهد. شماری از آثار انقلاب اکتبر که آن را گرامی‌ترین واقعه تاریخی می‌سازد چنین: انهدام استبداد و سلطه خاندانی در روسیه و آلمان و جاهای دیگر، از بین رفتن وزنه سیاسی و اجتماعی از شافیت زمیندار در اروپای غربی، برآمد انتخابات عمومی که در فرانسه، انگلستان، آمریکا و چند کشور دیگر که قبلاً با محدودیت‌هایی ضد انسانی چون محدودیت مشارکت زنان، ثروت تو پرانتز توان مالیاتی، محدودیت‌های نژادی و حقوق سیاسی همراه. ببینید فون هایک با چه حرارت شرم‌آوری ابراز می‌دارد که همه این دستاوردهای دموکراتیک و اجتماعی پدیده‌های شوم بودند که از نفوذ انقلاب مارکسیستی روسیه برآمدند. بر این دستاورد فراخوان بردگان مستعمرات و تشویق به گسستن زنجیرها را اضافه کنید. این بردگان بیش از آن جز نیروی برای بیگاری و جز گوشت‌های دم توپ نبودند. ببینید باز بی‌شرمی فلسفی کسانی چون سوالت شپینگلر را. او میگوید این حرکت‌ها که از روسیه منشأ گرفت، با بشریت سفید پوست بیگانه و متاسفانه بخشی از مجموعه مردم رنگی پوست کره زمین است و ننگیست به نام خیزش امواج مردم رنگی پوست. استعمارگران ستمدیدگان جهان مستعمره را طی چند سده زیر باور نکردنی ترین آزار و کشتار و بیرحمی و قارت و ربایش سیستماتیک قرار دادند و جمعیت‌های بومی را به شدت پایین آورد. هربرت کلارک هوور، رئیس جمهور وقت آمریکا، که حیای کمتری نسبت به اخلاق خود نیکسون، ریگان، بوش و ترامپ داشت، این ستم دیدگان صدها میلیونی آفریقا و آسیا را نژاد پست می‌دانند. استعمارگران دولتی و خصوصی مردم تحت سلطه را چنان حیوانات ترقی می‌کردند و آنان را با تکبر و تحقیر از هر نوع عزت نفس باز می‌داشتند. منابع طبیعی و انسانی بیش از اندازه توسط آنان توسط آنان غارت شد. در آمریکا شکنجه و لینچ و مسته کردن و به بردگی کشاندن میلیون ها سیاه‌پوست روبوده شده شهره عام است. سرخپوستان سراسر قاره آمریکا توسط اروپاییان، به ویژه انگلیسی ها و اسپانیایی ها و
آمریکایی شده ها در گسترده ترین پاکسازی نژادی منهدم شدند. به قول استودرن، آن روشن فکر سراسر غرب گرای لیبرال، این مرتدان نژاد سفید بودند که در آنها سخته که در آنها سطح توقعات بالاتر را القا میکردند. او میگوید بله، این مرتدان نژاد سفید، یعنی روسا، یعنی انقلابیا بولشویکا، این مرتدان نژاد سفید بودند که در آنها، یعنی در مردم تحت ستم، که در آنها سطح توقعات بالاتر را القا میکردند و به خواست رهایی میکشاندنشان. این مرتدان یعنی به ویژه انقلابی‌های اکتبر و پیروان بعدی آنها. در ایران جنبش ملی کردن نفت به رهبری دکتر مصدق نیز مستقیم و نامستقیم از انقلاب اکتبر و روح آزادی خواهی رادیکال پایید گرفت. فاشیسم و نازیسم و نکبت ضد بشری آنان بیش از 60 میلیون نفر را به کشتن داد و قوم‌کشی ضد یهود و ضد سیاه‌پوست و ضد سامی به راه انداخت. این نکبت در واقع واکنشی بود به پیشرفت رقبای سرمایه‌داری و گسترش نجات بخشی کمونیست‌ها پس از انقلاب. کشورهایی که دیر بر سر سفره استعمار رسیده بودند، طمع خود را هم در کشورگشایی و هم در کشیده‌توزی با کمونیسم تعبیر می‌کردند. آنچه با قربانی دادن 20 میلیون نفر انسان‌های رزمنده و جان بر کف توانست جلوی ویرانگری فاشیسم و نازیسم را بگیرد، در واقع اتحاد شوروی و فرزند انقلاب اکتبر. مقاومت شوروی تحت رهبری استالین و دولت او، همان که ضد کمونیست‌ها، نارسایی‌ها و اشتباه‌ها و خشونت‌های حکومت او را دستمایه متبز سرکوب سوسیالیست‌ها و کارگران کردند، شکل گرفت و پیروز شد. مقاومت‌های چریکی در اروپا علیه فاشیسم در زمان جنگ دوم و جنبش های آزادی خواهی اسپانیا و آمریکای لاتین پیش از این جنگ، در واقع محتوایی داشت که از آبشخور انقلاب اکتبر مایه میگرفت. کیست که نداند مارکسیست ها برای سالیان طولانی از اصلی ترین مبارزان و مدافعان برابری جنسیتی و حقوق قومیت ها و ملیت ها، محیط زیست، حق تشکل ها و در رأس آن تشکل ها و حقوق کارگری بودند. مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی، رفاهی، اقتصادی و ایمنی در برابر ستمکاری های فی حد ذاتی سیری ناپذیر سرمایه‌داری و رهبری جهان در همه جهان به پیشرفت های مهمی دست یافته و سلطه سرمایه‌داران را برقرار است. اینها همه نمرحمتی بورژوازی که حاصل مبارزه عمدتاً الهام گرفته از انقلاب های رهایی بخش چین، کوبا، ویتنام، فلسطین و جنبش های پارلمانتاریستی عدالت طلبان و آزادی خواهان جرفانگر، جنبش های سیاسی رادیکال آمریکای لاتین، احزاب کمونیست، سوسیالیست و کارگری سراسر جهان، جنبش های ضد امپریالیستی در جهان تحت سلطه و در خاورمیانه که تاکنون ادامه دارد، راه‌های نوینی را می‌جویند، اما همگی از تجربه اکتبر راه جویی کرده و بدان مستظهرند. باری اگر در عصر روشنگری انسان پس از دوره تاریکی و تباهی و رکود قرون وسطا دوباره کشف شد، اما از طریق لیبرالیسم اقتصادی مجدداً به زنجیر بسته شد. اما با انقلاب اکتبر پیام مارکس برای پاره کردن زنجیر و انسان تراز نوین تحول‌ها و انقلابی از نو کشف شد، انسانیت انکشاف یافت و انسان با ماهیت انسانی انسانیش علیه هر گونه تبعیض جنسیتی، طبقاتی، خانوادگی، اجتماعی، قومی و سیاسی به پا خواست و تا کنون ناآرام مانده است. همین دستاوردهایی که فقط به گوشه‌ای از من به اجتماع اشاره کردم، از ثمره های تکانه های جهانی انقلاب اکتبر و رهبری رفیق ولادیمیر ایلیچ لنین
که آزادی خواهی امروز نمیتواند جز با مبارزه علیه ستم و استثمار بی‌عدالتی خود را متحقق کند و علیه همه انوار خودکامگی با اراده و خرد و مبتنی بر تحلیل شرایط و تضادهای اجتماعی به کار افتد. انقلاب و کبر اندیشه جاودانه و راهگشای مارکسیستی لنینیستی را برمهان آورد. این انقلاب ما را یار ابدی مردم و رفیق یکدیگر کرد. انقلاب اکتبر خورشید را تکان داد و رفقای جان باخته در گذشته و زنده پرتلاش متعهد ما بی تردید فرزندان برون آمده از آن خورشیدند. گرامی باد تنین جهانی و تاریخی ماندگار و راهگشای انقلاب و نام و یاد انبوه شهیدان و تلاشگران راه رهایی از همه انواع سلطه و بی‌عدالتی و خشونت.